میدون بهمن رفتیم، به فروشگاه رفا رفتیم، جمعیت زیاد هم بود. متاسفانه اونجا یه بی تدبیری هم شده بود که حالا آقای وزیر خودش در جریان قرار گرفت. جمعیت فراوانی هم بودن، جمعیتی که با کنار من بودن خیلی با محبت برخورد کردن. آقای رئیسی امروز وضع بهتر شده، دیروز صفا بیشتر بود. و یکی اشاره مرکز میکرد مسکنم با این قضیه اجاره مسکن با این قیمتا چی میشه اینا. گفتم هر چی جای خودش خانم. آقا شما بگید تو این چه اتفاق افتاده؟ آیا این حریف میشید به قیمتا یا نه قیمتا بیشتر از اینو؟ گفتن نه، از این چهار تا نه، این چهار تا مشکلش حله. یه تعداد من مراجعه کردن گفتن آقای رئیسی اسم ما هست شده. گفتم شما سریع شکایتتون رو بدید، ما میگیم زود برسن اینا رو، زود برسید واقعا. اونایی که براتون روشن حقشون زایی شده معطل نکنید، سریع بذارید پول به حسابش واریز بشه. مردم بسیار مردم خوبی هن. اگه خوب باشون صحبت بشه، خوب تبیین بشه، مثل همین که بسیار بسیار مردم هوشیارانه عمل کردن در بی‌توجهی به خاص ضد انقلاب. آقایون من صریح دارم میگم شرکت دولتی تخلف میکند از وظائفش، این بلا درنگ باید مدیرش برکنار بشه و اعلام بشه و اعلام بشه. این اصلا درنگ نکنید، اصلا این مسئله قابل بخشش نیست. من به نظرم اونه که دست دولته یا دست نهادهاست، حالا دولت به معنی عامه یعنی حکومته، اینو درنگ نکنید. اگر موردی من شنیدم انجام شده، آقایون وزرا یا مسئولینی که به دولت یا به نهادهای انقلاب اسلامی که به نظام مربوطه هستش و در موردش کوتاهی کردن، من به شدت برخورد میکنم با اون مسئول بالاتر. نسبت به شرکت هایی که میان تو بازار ارز میفروشن، اینو حتما پیگیری کنید، معرفی کنید متخلفینو. پتروشیمیا هستن دولتیه که عرض کردم مجال ندید در برکناریش. من الان دارم به شما سفید امضا میدم، اگر دولتی آمد تو بازار، بازار ارز به هم بزنه، مدیرش یا هر کی دستن در کاره باید برکنار بشه، متخلف به دادگاه معرفی بشه. آقایون مسئول همه تون قیمت ها رو باید کنترل کنیم به مردم اجحاف نشه. آقایون وزرا مسئولن، چون ما که با کسی پسرمون نیستیم، پسر خاله هم نیستیم، باشیم هم تاثیر نداره، برادرم باشیم تاثیر نداره. مهم اون است که مردم در این قضیه آسیب نبینن.